در خصوص تأمین مالی تروریسم توسط این گروهک و یه شبکه‌ای به اسم شبکه حامی لازم یک توضیحاتی بنده مستند به گزارش سال 2004 FBI امریکا خدمت شما عرض بکنم. گزارش سال 2004 FBI امریکا عنوان میکنه که گروهک تروریستی منافقین در واقع از سه گروه پوششی یا از سه شاخه یا بخش تشکیل شده. اینها رو به این صورت عنوان میکنه که یک شورای تروریستی ملی مقاومت، دو شبکه حامی، سه شبکه نظامی یا همون شاخه نظامی. شبکه حامی رو به چه صورت در واقع تعریف میکنه؟ میگه شبکه حامی یک شبکه پیچیده و در هم تنیده ای از افراد در کشورهای مختلف هست که مسئول تبلیغات، برگزاری تظاهرات و همچنین تأمین مالی اقدامات تروریستی گروهک منافقین هست. شیوه هایی که در واقع این گروهک از طریق اون، من مستند خدمت شما عرض می کنم، از طریق اون این تأمین مالی رو انجام میدن به این صورته که شیوه اول سرقت از بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری با استفاده از تیم های عملیاتی است. دومین شیوه تأسیس شرکت های تجاری و مالی در واقع پربازده هست، ولی نه از طریق اعضای تشکیلاتی خودشون، از طریق هوادارهایی که اعضای تشکیلاتی خودشون نیستن. سومین شیوه قاچاق کالا هست. چهارمین شیوه شیوه کلاهبرداری از شهروندان اروپایی، امریکایی و فرانسوی به صورت اخص هست. و آخرین شیوه که شایع ترین شیوه این گروهک هم محسوب میشه، راه اندازی و تأسیس انجمنهای خیریه غیر واقعی، تقلبی و در واقع بدون پشتوانه و با استفاده از و با سوء استفاده از کودکان هست. یعنی به اسم کودکان در واقع یتیم اینها خیریه های تأسیس میکنن و از اون ور مبالغی را از شهروندان کشورهای مثل انگلیس، فرانسه، آلمان و امریکا دریافت میکنن.